1992 سال رقابت سرخابی ها برای جذب ستاره های جوان بود. رقابتی که در واقع پس از قهرمانی تیم جوانان در رقابت های قهرمانی آسیا آغاز شد و تا چند روز مانده به شروع نخستین دوره لیگ تخت جمشید به اوج رسید. پرویز مظلومی و حسن نگارش آبی شدند. کاپیتان مسیح نیا و محمد دستشردی قرمز. در این میان اما یک تن مورد نظر هر دو باشگاه بزرگ ایران بود. هادی نراقی. سرخپوشان در ابتدا موفق‌تر نشان دادند، اما این آبی‌ها بودند که در پایان موفق‌تر عمل کردند. عرضم بزرگتون که بعد از اینکه مسابقات جوانان آسیا برگزار شد، دو تا تیم بزرگ پایتخت خواستار این بودن که من برم اونجا. یکی پرسپولیس بود، یکی استقلال. خب من همیشه دنبال یادگیری بودم و هستم. یک مربی بسیار بزرگی تو تیم تاج بود اون موقع به نام رایکوف. من یکی از علتهایی که من به تیم تاج رفتم رایکوف بود. فهمیدم از ایشون چیز یاد میگیرم و من هنوز باید یاد بگیرم. و به خاطر همین من یادمه که تیم پرسپولیس به من 10,000 تومان میداد اون موقع، تیم تاج 8,000 تومان میداد. من رفتم تیم تاج. خیلی پول بود این پول اون موقع، 2,000 تومان شما ازش بگذاری. و موقعی که تو تیم تاج رفتم همه به من گفتن هادی به تو بازی نمیرسه اونجا. ما 8 فوروارد داشتیم، 5 تاش تیم ملی بود، 3 تا باید بازی کنه. شما پیدا کنید که چجوری میتونی تو این 3 تا باشی. گفتم باش، این من میرم با تلاش کاری میکنم که اون تو فیکس بشم. و یکی از واقعا چیزهایی که من تو زندگی دوست دارم مسابقه دادنه و مسابقه برای فیکس شدن. و چون عاشق فوتبال بودم این کارو به نحو احسن اونجا انجام دادم و که بعد از یه مدت هم فیکس اونجا بازی کردم. به جای تاج پرسپولیس انتخاب میکردیم، اونجا خیلی کار ساده تر میشد، درسته؟ نمیتونی شما اینو بگی. ببینین تو تیمای بزرگ بازی کردن نظر این که نفرات اونجا کم بود، اونجا همارتانش میرفته، بله بسیار 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 راحت. اینجا همه جوان و واقعا من عرض میکنم 5 تا فوروارد تیم ملی بود، 3 تا بعد بازی که 8 تا فوروارد بود، 5 تاش تیم ملی بود. خیلی کار مشکلی بود اینجا، ولی من به یادگیری، به کار، به تمرینات، به تمرین کردن و پیشرفت اعتقاد داشتم. خیلی اعتقاد داشتم، خیلی زحمت کشیدم برای این کار، تمریناتم طوری کنم، با علاقه کار کنم، بیشتر کار کنم که بتونم واقعا تو تیم. چون هر بازیکنی اگر بازی نکنه احساس پوچی میکنه و میخواد از این حالت در آن. و بعد از یه مدت این اتفاق افتاد و ما تو فیکس بازی کردیم. 5 هفته شما جام تخت جمشید شروع میشه، نیستی تو ترکیب. هفته ششم جلوی بانک ملی اولین بازی و گل هم میزنید و گل پیروزی رو هم میزنید، 2-1 شد. عرضم به حضورتون که ما اگر بدونین من همون بازی که تو زمین رفتم، خب واقعا خیلی برای خدا بیامرزه غلام حسین مظلومی، یه فوتبالیست بزرگ تاریخ ایران بود، برای غلام حسین مظلومی خیلی سخت بود که یه جوونی با این سن و سال بیاد جای اون بره تو زمین. خیلی سخت. و من یادم موقعی که من تو ارنج اومدم، غلام حسین مظلومی تو لباس کنی عکس العمل خیلی عصبانی ناراحت نشون داد و خب این منو یه مقدار تو مشکل میندازه.
ولی خب خوشبختانه من اونجا تو اون بازی هم گل زدم، هم من فکر کنم اون روز چهره روز شدم، فکر میکنم اگر یادم باشه در تاریخ اون موقع تاج ورزشی بود چهره روز شدم روز، یعنی خوب بازی کرد. رایکوف فوق العاده باهوش بود چون خودش فوتبالیست بود. یکی فوتبالیسته، یه فوتبالیست نمیتونه هوش نداشته باشه، باهوشه. رایکوف هم باهوش بود تو این کار و عاشق کارش بود. یکی از چیزهایی که رایکوف داشت عاشق کارش بود، فکر میذاش، نیرو میذاش، وقت میذاش، خلاقیت داشت، کار میکرد، زمان میداشت، با عشق و علاقه. یعنی رایکوف برای پول کار نمیکرد، رایکوف عشقش کار میکرد، با تمام دانشش رو سعی میکرد به بازیکن. فقط رایکوف عاشق بازیکنی بود که علاقه‌مند باشه. یه سری بازیکن‌ها اون علاقه لازم رو نداره. ببینید ما الان یه بازیکنایی داشتیم تو همین تیم تاج که الان اسم بیارم، یعنی اینا رو میشه باشگاه بگی ببین ما نمیخوایمتون. رایکوف یه سال اومد گفت